درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با یک مجموعه جدید، یک مجموعه نو به نام کوروشنامه با هومر آبرامیان. به پیشنهاد خود پدر هومر این برنامه رو ضبط میکنیم و این اولین قسمتش از قرار 7 تا برنامه باشه. این کوروشنامه میریم به پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. ما قراره که یه مجموعه جدیدی با هم شروع کنیم به پیشنهاد شما و الان قسمت نخستش هست. شما توضیح بدین که اصلا برای چی، انگیزه چی بود و راجع به چی قراره صحبت بشه در این برنامه. گوش میکنیم به صحبت شما. با درود و آفرین بروان و فروهر اشوزرتشت برجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان رو به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کردوکار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بروان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و در پرتو اندیشه های جهان آرای خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد و جمشیدوار همه دانش و توانش خود را در راستای گسترانیدن و بالاندن جهان به کار گرفت. و با درود و آفرین بروان و فروهر پیر شهنامه‌گوی طوس، فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه خود که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی ملت ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر کجای این جهان فراخدامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. روز 7 آبان ماه یکی از گرامی ترین روزها در کارنامه جهان است. روزی که کوروش بزرگ با سپاهیانی بیشمار خود با شکوهی شاهانه به بابل درآمد و فرمان داد تا بند از پای اسیران یهود و دیگر مردمی که در اسارت بابل بودند بگشاید. خانه ها و شهرهای سوخته و ویران شده را دوباره بسازند. به گفته بانی، چرکابه بردگی از تن زنان و مردان آزادی جهان بشوید. کنش کج که بردگی است فرو کوبند. منش کج که دروغی است بسوزانند. روش کج که بندگی است فرو پاشند. سرود سرد که سوگواری است براندازند. خان شادی و پهنه جشن فراگستند. و آدمی را که دستیار خدا در کار گستراندن و بالاندن جهان است بر جای شایسته خود فرا بنشانند. جایگاه والایی که در صده های پیاپی به دست دینکاران فرومایه و فرمان روایان فزونخواه و دیو سرشت تباه کشتیم. ما این خیشکاری بزرگ را برخواسته دیدیم که در گرامی داشت نام و یاد این شهریار خورشید چرخ ویژه برنامه ای را به نام کوروشنامه به پیشگاه مردم ایران، پسران و پسران خوبچهر و بالا بلند ایرانی اربخان کنیم تا بی خوبون خود را بشناسند و بدانند که تخمه و نژاد این ملت بزرگ به کوروش ها و کاساندان ها و آریو برزن ها و گردآفرید ها گردیه ها می رسند، نه به حسن و حسین و علی و تقی و نقی و فاطمه و رقیه و دیگر تازی زادگان ایران ستیز و زندگی سوز. این برنامه چنانچه افشین گرامی گفتند در 7 بخش به خجستگی شماری 7 نزد ایرانیان، مانند 7 خان رستم، 7 خان اسفندیار، 7 رنگ،
هفت آسمان، هفت اشکوب زمین، هفت اختر، هفت دریا، هفت کشور، هفت شهر عشق، هفت گامه رسائی در آیین مهری و آرامشگاه هفت پلی کوروش بزرگ به دوستداران فر و فرهنگ ایران شهری. به سخن دیگر، به جای روز کوروش که هفتم آبان ماه هست، هفته کوروش برگزار میکنیم. با امید اینکه در سالهای آینده همه فرزندان برومند کوروش بر گستری دامنه این شادروز خجسته بکوشند و یاد و نام نیاکان و بزرگان ورجاوند بنیاد خود را برافرازند. در نشست امروز که نخستین بخش از نشست‌های هفتگانه در گرامی داشته کوروش بزرگ خواهد بود، میپردازیم به آنچه که درباره کوروش نمیدانستیم و هنوز هم نمیدانیم. برای نمونه، از روزگار کودکی کوروش بزرگ جز آنچه که برخی از نویسندگان یونانی نوشتند آگاهی چندانی نداریم. در استوانه که در سال 1879 زایشی در بابل به دست آمد، کوروش بزرگ خود را این گونه به ما میشناسد. میگوید: من کوروش، پادشاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهارگوشی جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوی کوروش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نبیره چیشپیش، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، از تخمه پادشاهی جاودانه، آنکه پادشاهیش را خداوند مردوک و خداوند نبو دوست می‌دارند و از بحر شادی دلخیش پادشاهی او را خواهند. در این گزاره کوتاه چند نکته هست که اگر ژرف نگریسته نشوند می‌توانند مایه گمراهی جوانان را فراهم کنند. نخست اینکه کوروش خود را پادشاه جهان می‌نامد. این سخن درست است، چرا که در آن روزگار بسیاری از سرزمین‌ها مانند آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند و بخشی از آفریقا هنوز شناخته نشده بود. جهان شناخته آن روز جهانی بود دارای هفت کشور که در شاهنامه نیست برخی از شاهان پیشدادی مانند هوشنگ که برای شما خوانده شد با هم خواندیم، خود را پادشاه هفت کشور می نامد. نام این هفت کشور در گرامی نامه اوستا به ریخت هفت کرشور یا هفت بوم و نام آنها چنین آمد است: کشور یکم ارزهی در خاور که برخی آن را سرزمین هیرکانی در برگیرنده بندر آبسکون در گرگان، قبد کاووس دریای مازندران می دانند. کشور دوم سوه در باختر. کشور سوم فرددفش در نیمروز یا جنوب. کشور چهارم بیددفش باز هم در نیمروز. کشور پنجم وروبرشن در اپاختر یا شمال. کشور ششم وروجرشن باز هم در اپاختر در همون شما و کشور هفتم خونیرس در میانه، در میانه این هفت کشور که در پهناوری برابر شش سرزمین دیگر بود. یعنی خونیرس به تنهایی برابر شش کشور دیگر بود. پس از اسلام این هفت بوم یا هفت کشور به شیوه تازیگویان هفت اقلیم گفته شدند و جایگاه آنها چنین دانسته شد: کشور هندوان، کشور عرب و حبشان، مصر و شام، خونیرس یا ایران شهر که در کانون این هفت کشور جا دارد و ساقلاب و روم که همان اروپای امروزی و ترکیه است و سرانجام چین و ماچین.
نام خونی رسم همواره با برنام یا عنوان بامی به چم درخشان و پرفروغ و شادی بخش آمده، همان که ایران شهر یا همان ایران بزرگ است. بامی را هنوز هم در واژه های بام و بامداد داریم. سرزمین بلخ دوستانی از افغانستان کنونی و زادگاه بسیاری از بزرگان ایرانی مانند مولوی بلخی است، هنوز هم بلخ بامی یا بلخ درخشان گفته می شود. در بند 15 از مهریشت می خوانیم: مهر توانا بر ارزهی سوهی فردفشو بیدفشو و او رو برشتی و او رو جرشتی و بر این کشور خونیرس، خونیرس درخشان پناهگاه بیگزند و آرامگاه ستوران بنگرد. ببینید همه این نامه در اوستا به این ترتیب به این ریف آمد. در گرامینامه بندهشت از 33 بخش زمین سخن به میان آمده که در روزی که تشتر ایزد باران بردی و خشکسالی چیره گردید و باران بر زمین بارانید، نیمی از گیتی را آب فرا گرفت و آن نیمه دیگر به 7 کشور بخش شدند. کشوری که در میانه و در دل 6 کشور دیگر جای گرفته خونیرس گفته می شود. سرزمینی که بهتر و زیباتر از همه کشورهای جهان است. اهریمن هنگامی که دانست پهلوانان و دلیران و پارسایان بسیار بر بوم خنیرس پدید خواهند آمد و آیین نیک مزدیسنا از همین سرزمین برخواهد خواست و به دیگر کشورها راه خواهد یافت و سوشانس نیز از همین سرزمین زاده خواهد شد و رستاخیز بزرگ پدید خواهد آورد، آسیب‌های بسیار سنگین بر خونیرس زد، یعنی بر ایران. یعنی از آنجایی که ایران بهترین سرزمین در میان همه سرزمین‌های جهان بود، اهریمن بیش از همه سرزمین‌های جهان به این سرزمین آسیب زد. یکی از واپسین آسیب‌ها پس از یورش اسکندر گجستک و یورش تازیان بیابانگرد و یورش مغولان خونخوار روی کار آمدن حکومت ننگین دامن اسلامی است که بیگمان باید آن را سنگین ترین آسیب اهریمن بر پیکر خونیرس به شمار آورد. به یاد داشته باشیم که خونیرس همان پشته ایران یا ایران شهر و ایران بزرگ است. نکته دوم در سخن کوروش که نیاز به روشنگری دارد این است که خود را شاه چهار گوشه جهان می‌داند. این سخن می تواند مایه گمراهی بس بسیاران شود و آنها را دچار این گمان نادرست بگرداند که ایرانیان مانند بسیاری از دیگر مردم جهان باستان زمین را چهار گوشه می پنداشتند. ولی راستی این است که دیر زمانی پیش از کوروش بزرگ نیاکان فرمند او در گرامینامه اوستا از کروی بودن زمین سخن به میان آورده بود و کوروش اینها را می دانست. اگر گفت چهار گوشه جهان، به پیروی از شاهان بابل این سخن گفت. در گرامی داشت مردم بابل و پادشاه شکست خورده بابل. اینها را در بخشای آینده نگاه خواهیم کرد. برای نمونه در بندهای 37 و 38 از کردی 10 آبانیش می خوانیم: گرشاسپ نریمان در کرانی دریاچه پیشین گه 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسپند به پیشگاه ایزد بانو ارتویسار آناهیتا پیشکش میبرد. پس او چنین میخواهد: ای ارتویسار آناهیتا، ای نیک، ای تواناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من بر گندروی زرین پاشنه در کرانه دریای پرخیزاب فراخ کرد پیروز شوم، که من بر این زمین پهناور گویسان دورکرانه تاخت گنان به خانه استوار دروند برسم، که من بر این زمین پهناور
گویسان دور کرانه تاخت کنان به خانه استوار دروند برسم. ببینید زمین گویسان قروی گرد. و در بند 98 از مهریش نیست در ستایش ایزد مهر میخوانیم: آن که پس از فرو رفتن خورشید به فراخنای زمین پای نهد، هر دو پایانی این زمین پهناور گویستان دورکرانه را بپساود و آن که در میان زمین و آسمان است بنگرد. پس دانسته شد که ایرانیان می دانستند که زمین چهارگوشه نیست، ولی اینکه کوروش میگوید خود را شاه چهارگوشی جهان مینامد تنها به پاس گرامی داشت مردم بابل است که آنها زمین را چهارگوشه میپنداشتند. نکته های دیگری که در سخن کوروش هست باز هم نیاز به بازنگری دارند: نخست نام سرزمین ها و شهرگانی ها ایست که نام برده است. برای نمونه بابل و سومر و اکد هر سه نام یک سرزمین هست، نه سه سرزمین جدا، همان میان رودان یا عراق کنونی است. ولی در این سرزمین نشانه های سه شهرگانی یا سه تمدن بر جای بود. نخست شهریگری یا تمدن سومر که از نخستین و پیشرفته ترین شهرگانی های جهان باستان بود. دوم اکد که در پی یک یورش بزرگ شهرگانی سومر را برانداخت و خود بر جای آن در همان جا نشست. و سوم بابل که در روزگار خود از پیشرفته ترین شهرگانی های جهان باستان بود، ولی این سه در یک سرزمین بالا برافراشتند، نه در سه سرزمین جدا هستم. سرزمین دیگری که کوروش خود را پادشاه آن می داند انشان است. انشان یا انزان همان ایلام باستان در برگیرنده خوزستان و لرستان و پشکوه کنونی است. جوانان دانشپژوه برای آگاهی بیشتر می توانند به تاریخ ایران باستان نوشته جاویدنام حسن پیرنیا بنگرند. و پس این نکته در سخن کوروش در آن گزاری کوتاه این است که با گرامی داشته بسیار از دو ایزد بابلی با نامهای مردوک و نبو یاد می کنند و آن هر دو را پشتیبان خود می دارد. این می تواند بسیار پرسش برانگیز باشد برای جوانان دانشپژوه ما که مگر کوروش زرتشتی نبود؟ چه شد که کوروش ایرانی پرستنده یا باورمند به ایزدی به نام مردوک شد در بابل؟ مردوک یا مردوخ آفریدگار و ایزد باروری یکی از بزرگ ایزدان در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل بود. او پس از پیروزی بر تیامات، ایزدبانوی آبهای شور در افسانه‌های بابلی که مادر خود او بود، تیامات را کشت، مادرش را کشت، دستگاه زنانگیش را زیر لگد گرفت، پیکرش را بدونیم کرد، از نیمی از پیکر مادرش آسمان، از نیم دیگر زمین را بساخت. پس آمیختن خون یکی دیگر از ایزدان کشته شده در آن نبرد کیهانی به نام کینکو با خاک که به هم آمیخت، نخستین آدم را آفرید، یعنی آمیزه از خاک و خون. داستان خلقت آدم به دست یهوه در تورات که یهوه خاک آدم را بسرشت و آدم را بساخت، نسخه برداری بسیار ناشیانه از همین داستان مردوک بابلی است. قرآن هم داستان خلقت آدم از گرد را از همین سرچشمه برگرفته است که مردوک خاک را با خون کینکو به هم آمیخت، گلی بساخت و نخستین آدم را آفرید. یکی از برجسته ترین نام‌های مردوک در افسانه‌های بابلی نور زندگی است. به پیروی از همین سراندیشه بابلی بود که الله در قرآن نور السماوات و الارض نام کرد. و در تورات هم یهوه پیش از آفرینش خورشید
و دیگر روشنان آسمان نور و روشنایی آفرید و خرد باورمندان را بریش خند کرد. اینها همه نسخه برداری های بسیار ناشیانه از داستان ابسو و تیامات بابلی است. همین داستان مردوک و نبرد او با مادرش و آفرینش آسمان و زمین. هاری از دلنگیسترین بازمانده های ادبسار بابلی نیایش هایی است که بزرگان و مردان نامدار بابل برای مردوک سوختند. برای نمونه نبوکدنصر دوم پادشاه ستم پیشی بابل پس از ویران کردن اورشلیم و به بردگی گرفتن مردم یهود و در همکوبیدن نیایشگاه سلیمان به پیشگاه مردوک می شد و اینگونه نیایش می کند. این نیایش را می خوانم تا جایگاه مردوک را در شهرگانی بابل بداریم و سپس خواهیم گفت که چرا کوروش او را خداوند خود می نامد. نبوکدنصر می گوید بی تو ای پروردگار من، روی به مردوک، بی تو ای پروردگار من چه چیزی می توان بود؟ برای شاهی که او را دوست می داری و به نامش می خوانی، نام او را چنان که خواست و آهنگ توست خجسته بگردان، یعنی نام مرا خجسته کن و به راه راست راه پرش باش. من که فرمان روایی فرمان بردار تو هم، همانم که دست های تو مرا ساخته است، یعنی خود تو مرا آفریده، خود تو مرا ساخته، این تو ای که مرا آفریده و رهبری لشکر بندگان خود را به دست من سپرده، در پرتو مهر خود ای سرور آسمان و زمین نیروی سهمگین خود را به مهربانی و گذشت دگرگون کن. ببینید این نگرشی که این جایگاه وادایی که نبوکدنصر به این بت میدهد، شما همین را برابر بگذارید با نیایش هایی که دیگر باورمندان به الهان پنداری خود میدهند. مسیحیان همین گونه دعا میکنند، مسلمانان همین گونه دعا میکنند، یهودیان هم همین گونه دعا میکنند. به باور من سراندیشه همه این دین ها از همین جاست. نه منظورم این نیایش، بلکه از همون سومر و اکد و اون دوری اسارت یهودیان در بابل و نسخه برداری از این سراندیشه ها و نوشتن تورات و سپستر انجیل و سپستر قرآن و امروزه آیین بهائی، که همه اینها برمی گردد به همین سراندیشه ها. و چنان کن که در دل من ارجگذاری به پروردگاری تو برانگیخته شود، آنچرا که برای من نیک است به من ارزانی بده. جایگاه بالای مردوک را در میان مردمان بابل داشتیم. کوروش بزرگ افسون بر مردوک از ایزد دیگری به نام نبو نام میبرد و او را هم با گرامی داشته بسیار میستاید. نبو یکی دیگر از ایزدان بلند پایه در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل بود. در آغاز او را دبیر و دستیار مردوک بشناختند، ولی دیری نپایید که فراترش بردند و او را ایزد خرد و دانش شمردند. کوروش بزرگ این دو ایزد بزرگ در دستگاه یزدانشناسی مردم بابل را خداوند و پروردگار خود می نامد و از آنها نه تنها با گرامی داشته بسیار شایسته نام می برد، بلکه آنها را پشتیبان خود هم می داند. میرزا آقا عسکری مانی در سرودی بسیار شورانگیزی این فراز از گفتار کوروش بزرگ را چنین به شامه کشیده است: در بابل به خواسته مردوک آن خدای خدایان، خدایان سرگردان سومر و اکد را به نیایشکده های خیش بازگرداندم تا در میان پرستندگان خود بشکفند، مردمشان را که سرگردان بودند به میهنشان بازگرداندم. این سخنان سخنان کوروش است. تا در زادگاه خود خرسند باشم،
آنگاه خواستم چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برخیزد، چرکابی بردگی از پیکر مردان برخیزد، بازار حمیدی بردگان در هم شکند چون صفاری فرو کفته بر خاراسنگ. خواستم نیایشگاه اشتار ایزد بانوی بابلی، خواستم نیایشگاه اشتار پیکر بکشاید در سرزمین بابل، در سرزمین بابل، نه در ایران، نه در خونیرس، در سرزمین بابل. همچون کاخی از روشنایی فشرده، مردمان نیایشگاه مردوک را پاس بدارند، آنسان که کودکی ما میخیش را. یهودیان که خوشه های خمیده گندم بودند سر افرازند، آزاد باشند. این مردمان درستکار به سرزمین خود بازگردند. اورشلیم که بوی نارنگ و رنگ زیتون دارد بر خاک خوشبوی خود گام نهند، چون آفریدگاری بر فرمانرو خود زیر آسمان اورشلیم در نیایشگاه خود بغنوند. هر یک پادشاه خود باشد، هر یک آوای منش خیش در سر داشته باشد، رنگ کیش خیش بر دل داشته باشم. من این تبار از بند بابل رهاندم تا در سرزمین نیاکانی خود درخشان زیاد. چون این بود که آفریننده گیهان کشورهای زمین را به پیشبازم گشود و من انسان که لکلک ها آشیان تازه ای بر آشیان پیشین خود می بافند، شهری برای یهودیان بر اورشلیم، اورشلیم ویران برآوردم. ای مزدا که مرا در انجام این خواسته ها پشتیبان بودی، مرا در راه سرافرازی همه آدمیان یاری رسان، مرا در زدودن تاریکی تنها نگذار. در نیایشگاه مردوک تاج پادشاهی بر سر نهادم در آن روز که نوروز خوانده شد. آن تاج به یاری مزدا یافتم. مزدا مرا پادشاه ایران کرد، شهریار بابل، شاه شاهان چهارسوی این گیتی که می شناسید. تا بدان هنگام که این تاج بر سر و این جان در پیکر دارم، دین مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داد. آیین مردمان دیگر از کشورهای دیگر، خدایان مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داشت. هرگزا به نیروی تازیانه بر مردمان فرمان نرانم، هرگزا با چرخاندن شمشیر و افکندن زوبین بر مردمانی که مرا پادشاه خود نخواهند فرمان نرانم. گنجشک های زمستانی را در دستان گرم خیش دانه دهم، ناتوانان را در پادشاهی خیش توانمند کنم، بدسگانان و دیوان از ایران شهر بتارانم، همانان که روشنایی سرای خیش از تاریکاندن سرای دیگران دارند، دست زورگویان فرو بندم، همانان که نان خورش خیش از داشته های تنگ مایگان برمی کنم، داد ستم دیدگان از ستمگران باز بستانم، همانان که ناخواسته باربر فربهان شدند، خانمان مردمان از گزند نامردمان و یورشگران بیابانی دور بدارم، سنگاسیاب بیگاری را از گرده زمین بردارم. ای مزدا مرا در انجام آنچه شایای شهریاری دادگر است یاریده. من که کوروش ایرانی، خدمتگار دادگری، فرزند منش نیک و ستاینده همزیستی و مهرورزیم چنین میخواهم. هر آدمی میشاید در گزینش کیش خیش آزاد باشد. هر آدمی میباید در گزینش زیستگاه خود، در گزینش پیشی خیش
آزاد باشد. هر آدمی می شاید با داشتی خود چنان کند که می پسندد. پاسخگوی کردار خیش باشد و رفتار خیش. جایی هیچ گونه گفتگو نیست که کوروش یک زرتشتی بود. دیر زمانی پیش از آن که مادر گیتی کوروش را برای آراستن جهان بزاید، آیین ورجاوند بنیاد زرتشت در کران تا کران خونیرس یا ایران بزرگ دامن گسترانیده و اسفندیار رویین تن در راه گسترش آیین بهی به دست رستم مهری کشته شده بود. کوروش از زهدان یک مادر زرتشتی زاده شده بود. پس چگونه است که کوروش مردوک را خدای بزرگ و نبو یکی دیگر از ایزدان بابری را پشتیبان خود می نامد؟ همیهرانم می پرسم اگر چنین نمی کرد آیا هنوز هم بزرگ بود؟ آیا هنوز هم ما ایرانیان که پیرو آیین بهی هستیم می توانستیم این بزرگ مرد در کارنامه جهان را بزرگ بنامیم؟ بزرگی کوروش در چیست؟ آیا نه در همین گونه رفتارهای مردم گرایانه او؟ اگر کوروش که با سپاهیان بیشمار خود بر بابل چیره گشته بود همان رفتاری را پیش می‌گرفت که آل محمد و پیروان الله و رسول در مسلمانسازی مردم ایران و دیگر سرزمین‌های جهان پیش گرفتند، آیا هنوز هم شایسته پاجنام بزرگ بود؟ خب کوروش هم می‌شد سعد ابی وقاص. اگر رفتاری را پیش می‌گرفت که 1100 سال پس از او عمر و ابوبکر و سعد ابی وقاص و خالد بن ولید و شمر و یزید و حسن و حسین و قتیبة بن مسلم باهلی و حجاج بن یوسف و روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای و دیگر دین باوران خونریز و زندگی سوز در پذیراندن دین و آیین خود بر دیگران پیش گرفتند، اگر او همچنین میکرد آیا هنوز هم ما ایرانیان می توانستیم به او ببالیم و شهریاری آن پارسی بزرگ را مایه سربلندی خود بدانیم؟ پاسخ بسیار روشن است. نه. در گزارش کردوکار شاهانی کوروش بزرگ بر از ماوران ایرانی او در بابل ننوشتند که بگرفتند و غارت کردند، بسیار غنایم و بردی گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر. مالی عظیم حاصل کردند. قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نهر از حکم طهارت بیرون شد و مشارب آن بر هر شارب حرام گشت. این گونه گزارش های هراس‌انگیز در تاریخ گردیزی و دیگر نوشته های جامانده است. ستمباریگی های اسلام و مسلمانی نشانگر رفتار مسلمانان با دیگر مردم جهان است. کوروش دین مردمان دیگر را نه تنها خار نمی شمارد و خونشان بر زمین نمی ریزد، بلکه از اهورامزدای خود هم نامی به میان نمی آورد تا مبادا برخی از مردم بابل برای خوشایند او دین خود را رها کنند و به دین او بگروند، بگویند چون کوروش پادشاه بزرگی است و زرتشتی است، خب من هم زرتشتی می شم. کوروش هرگز نامی از اهورامزدا به میان نیامد. آنجا که بسیاری از کارنامه‌نویسان شک دارند در زرتشتی بودن کوروش، ولی من هیچ شک ندارم، چرا که این منش زرتشتی است. نکته دیگری که در همین جا شایان گفتن است این که گیرم کوروش بزرگ خب
بزرگ، مرد بسیار بسیار والا بلند و والا منش و خورشید گونه بود و در بابل دست به کشتار و چپاول دارش و دستنج مردم نگشود و به زنان و دختران و خوبچهر بابلی دستیازی نکرد و در گرامی داشت آن مردم ایزدان بابلی را هم گرامی شما. همه اینها درست، ولی میپرسم سربازان و رزماوران و سران ارتش او چرا چنین نکردند؟ چرا هیچ نشانی از دستیازی سپاهیان ایران بر زنان بابلی، بر داریش و دستنج مردم بابل در هیچ کجا نشانی نیست؟ و این همه فرماندهان ارتش ایران، ارتش کوروش، این همه رزمندگان راه درازی رفته بودند، پیروزگرانه به بابل در آمده بودند، آن همه زنان زیبا، دختران زیبا، آن همه دارایی، چرا هیچ سخنی از تاراج در میان نیست؟ خب پاسخ بسیار روشن است. هر زن و مرد آزادی جهان که با فرهنگ و دین و آیین مردم آن روز ایران آشنایی دارد میداند که فرهنگ ایران پروانه این گونه زشتکاری های دلاشوب بر از ماوران ایرانی نمیداد. رزماوران ایرانی، سخن از کوروش در میان نیست، سربازان ایران، فرماندهان ارتش ایران، افسران ایرانی، رزماوران ایرانی برای آراستن جهان به ارزش های برتر به بابل رفته بودند، نه برای کشتن و سوختن و دستیازیدن و چاپیدن و آزردن جان. به سخن دیگر، هر سرباز ایرانی خودش یک کوروش بود، کوروش بزرگ یک کوروش بود در میان بیشمار کوروش های بهمنش دیگر. ارتشی از کوروش ها به بابل در آمد، از کوچکترین سرباز که شاید کارش قالیگری یا آشپزی بود، خوراک فراهم کند برای رزمندگان، منش کوروشی داشت تا خود کوروش. این باور ژرف من است و باور ژرف هر پژوهشگری خواهد بود که بخواهد زندگی کوروش را از بالا تا پایین بنگرد. دنباله سخن را افشین گرامی اگر پروانه بدهید و با من همراه باشید بگذاریم برای نشست دیگر، چرا که در هر یک از این نشست ها برانم که یک کرانه ویژه ای از کردوکار کوروش را نگاه کنیم. در نشست امروز آماج من بیشتر همون خواندن گزاری کوتاهی بود از خود کوروش که خودش را پادشاه هفت کشور می نامد و زمین را چهارگوشه می نامد و دو ایزد بزرگ در دستگاه یزدانشناسی بابل، مردوک یا مردوخ و نبو را خداوندگار خود و پروردگار خود می نامد. و در پایان خواهیم دید که تندرستی خود و تندرستی ملت ایران و مردم بابل و مردم جهان را هم از مردوک درخواست می‌کنم. خواستم نشان بدهم که این گرامی داشته مردوک، اگر اندکی ژرف بنگریم، در راستای گرامی داشته مردم بابل است، نه بوتی به نام مردوک. مردمی از کوروش شکست خوردند، مردم بابل. ارتش بابل شکست خورده است، رزمندگان بابل شکست خوردن، افسران بابل سرفکنده اند. این را در نگر داشته باشید. پادشاه بابل گرفتار است، مردم بابل هراسانند. اکنون با ما چه خواهند کرد؟ خانه ها من را ویران خواهند کرد، زنان و کودکان من به اسارت خواهند برد، خود ما را با شمشیر دونیم خواهند کرد، اندوخته های سالها کار و کوشش ما را به تاراج خواهند برد. ولی کوروش با اون مهر هنگامی که به بابل در می آید، برای که نشان دهد که نه چنین نیست، بخواست این کار که می کند می رود به نیایشگاه مردوک، ایزد بزرگ بابلی ها. درست مانند بابلی ها نیایش می کند مت بزرگ بابل رو.
و نبو ایزد خردمندی در دستگاه یزدانشناسی بابل. چرا چنین میکند؟ میخواهد به این مردم بگوید که من مانند شمایم، من یکی از شمایم، من جدا از شما نیستم، همه شما را در دلهای خودم گذاشتم. کوروش کاخ پادشاهی خود را با قناعمی که از ملتهای دیگر بگیرد بر نیافراشت. کوروش میخواست که کاخی برای پادشاهی خود بسازد، کاخ گوشتی در دل مردمان. مردم بابل مردمی بودند که میبایست از این پس فرمان بردار این بزرگمرد کارنامه جهان باشند، یعنی کوروش. پس میبایست چه میکرد؟ میبایست که در دل آنها برای خود خانه ای میساخت، نه یک خانه بلکه یک کاخ میساخت، و این کاخ ساخته شد. چگونه؟ با همین رفتار، با همین منش. وگرنه میتوانست همانجا شمشیر بکشد بر روی مردم، درست رفتاری که بزرگان اسلام کردند و هنوز هم میکنند. یا دین من میپذیری یا سرت میزنم، یا باید به من جزیه بدهی. کوروش این کار نکرد. دنباله سخن را بگذاریم برای نشست دیگری که کرانه دیگری از منش کوروشی را با هم نگاه خواهیم کرد. بله، خیلی لذت بردیم، ممنون از وقتتون و سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.